یارانه نقدی آذر ماه هنوز واریز نشده است. خبرگزاری مهر روز شنبه با اعلام این خبر اعلام کرد در 10 ماه اخیر یارانه نقدی در هفته دوم و نهایتاً تا 12 هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شد. روزنامه ها در شماره روز شنبه خود به نقل از موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از کسری 8000 میلیارد تومانی دولت در هدفمندی یارانه ها خبر دادند. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد مالی در سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا از کسری بودجه دولت تعجب نمی کند. این مسئله چیز عجیبی نیست. دولت ما میدونیم که با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم میکنه و نشانه اون هم همین بدهی کلانی که دولت داره به پیمانکاران. و تا الان اون چیزی که گذشته این بوده که دولت از منابع غیرقانونی استفاده میکرده برای پوشاندن حفره یارانه ها و سایر هزینه های خودش، و تازه این بیش از اون کسر بودجه پنهانی است که دولت داره. بنابراین با توجه به مشکلات دولت و ابراز نظرهایی که شده، چیز عجیبی من نمیبینم که اگر دولت ناتوان باشه از پرداختن یارانه ها در سر تاریخ معین. خبرگزاری ایسنا بعد از ظهر روز شنبه در گزارشی با عنوان پرونده یارانه نقدی صنعت به آخر خط رسیده است، به اظهارات رؤسای دو قوا محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی اشاره دارد که به صراحت اعلام کردند که پرونده یارانه نقدی مربوط به تولید مختومه شده است. این صنعت رو که قابلیت رقابت بین‌المللی نداشت و زیر فشار کالای چینی در آستانه سقوط بود، بیشتر تحت فشار میده و قطعاً همین مسئله باعث خواهد شد که بیکاری بازم افزایش پیدا بکنه و بسیاری از صنعتگران که خودشون تولید میکردن امروز وارد کننده کالا بشن و این پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت وخیمی رو برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. این در حالی است که جمشید پژویان که روزنامه جهان صنعت از وی به عنوان کسی که از نظریه پردازان اصلی طرح تحول و هدفمندسازی یارانه هاست یاد کرده و میگوید با روند فعلی هدفمندی یارانه ها شکست میخورد. اگر ما این سخنان نظریه پرداز قانون یارانه ها رو بگذاریم در کنار سخنان مسئولی که گفت دولت کنترلی بر درآمدش نداره، و من اضافه میکنم که کنترلی بر هزینه هاش هم نداره، و این دو تا سخن رو همراه بکنیم با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، در واقع پیامدش تبدیل میشه به یک تورم افسار گسیخته و همزمان از بین رفتن اون حداقل امکان معیشتی رو که در اختیارش بوده. بنابراین تبدیل میشه به یک بازی که دو سرش باخت بوده. این یارانه ها که قرار بود وضع رو بهبود بده، باعث بدتر شدن اوضاع شده و حتی اقتصاد ایران رو از اون وضعی که قبل از اون بوده باز هم دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد. محمد خوشچهره، اقتصاددان و چهره شاخص اقتصادی مجلس هفتم نیز در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی فرارو گفته طرح هدفمند کردن یارانه ها چیزی جز تورم به بار نیاورده است. وفا زربهاری، صدای آمریکا.